اگه شما هم جز اون دسته افرادی هستین که دوست دارین توی خونه یه کباب خوشمزه به همراه یه پلو سماق بسیار لذیذ امتحان بکنید حتما این روش رو درست بکنید مطمئنا خیلی خوشتون میاد ما احتیاج به 50 گرم توفاله پیاز داریم که از یه پیاز نسبتا درشت استفاده میکنیم بهتر نیم ساعت تا یک ساعت بره داخل یخچال و بعد آب اضافه یه پیاز رو ازش جدا میکنیم تقریبا 90 درصد از آب پیاز جدا میشه به این شکل من از 350 گرم ترکیب گوشت گوسفندی و گوساله استفاده کردم تو مرحله اول نمک و ادویه که فلفل قرمز اضافه میشه خوب چنگ میخوره این کار باعث میشه گوشت چسبندگی لازم رو به دست بیاره و بعد توفاله پیاز بهش اضافه میشه این ترکیب دقیقا ترکیب کواب کوبیده است که ما داخل این غذا ازش استفاده میکنیم یه پنج دقیقه ورزش میدیم بهتر نیم ساعت بره داخل یخچال خونکتر بشه و به زخامت دو سانت پهنش میکنیم مایتابمون از قبل گرم کردیم کمی روش روغن میریزیم روغن پهن میشه و گوشت روی مایتابه گریل میشه دقت کنید حرارت باید بالا باشه که گوشتتون آب نندازه دو طرفش رو کامل گریل میکنید یه رنگ کاراملی و برشته ای به دست میاد فعلا میره کنار آب که جوش اومد برنجی که یک ساعت خیس خورده رو داخل آب جوش میریزیم کف اضافهشم میگیریم رقص برنجو که دیدین موقع آب کشه برای تادگیش من از سیب زمینی استفاده کردم برای لای پلو هم کمی گوجه روغن میریزیم داخل قابلمه زعفرون کنجد خوب پخشش میکنیم سیب زمینی ها رو میچینید لای اول برنج سفید کبابمون گوجه ها برای لای بعدی من از برنج و سماق استفاده میکنم تقریبا یه قاشق غذاخوری پر سماق و با برنج مخلوط میکنیم یه رنگ قشنگ به دست میاد و میریزیمش روی گوجه ها کمی سطح روش هم صاف میکنیم و بقیه برنج سفید و روش میریزیم کمی فشرده میشه که موقع برگشتن راحت در بیاد ده دقیقه بعدم آب و روغن رو بهش اضافه میکنیم درشون بذارین تا بیست تا نیم ساعت با حرارت کم برنجمون دم بکشه غذای ما هم که آماده شده بسیار خوش عطره و اینم از یک کباب لا پولوی خوشمزه به همراه سماق که من پیشنهاد میکنم حتما یک بار این غذا رو امتحان بکنید خیلی خوشتون میاد سماق توی این پلو یه طعم ملسی میده خیلی لذیذش میکنه و آره خودشه به